اکنون بجای هراس افغانان بر زمین های ولسوالی کوهستانات نیروهای دولتی گام می نهند. جنرال عبدالرشید دوستم شکست طالبان در این ولسوالی را یک پیروزی بزرگ می داند و آن را به مردم تبریک می گوید. معاون اول رئیس جمهور در کنار هوادارانش قدم می زند و یا هم گاه عکس های یادگاری می گیرد. پلانای شوم آیتای خونسا شده راید خونسا می شد و های ملت مردم افغانستان اجازه را نمی ده که بنام طالب خوب شد چیره طالب هم افشا شد. شماره از بزرگان ولایت سرپل که خودشان را به خط نبرد رسانیدند از تلاش های معاون اول رئیس جمهور برای تامین امنیت این ولایت ستایش می کنند. این حرکت شما برای فیروزی مثلا به دست آوردن ولسوالی های فاریاب و همچنین ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل که خیلی ها جناب رهبر صاحب تبل سقوط می زدند، ولی با آمدن شما انشاءالله مردم روحیه تازه گرفت. جنرال عبدالرشید دوستم به مردم اطمینان می دهد اکنون که لباس نظامی را بتن کرده است تا نابودی کامل حراس افغانان می رزمد و امنیت را تأمین می کند. رقم رقم تفترا گویا که جنرال دوستم می حال دمد باد اینجا وزبکار هم مسلم می تازه و پشتونا را ترکن گویا که می گن این نسل کشی می کنه و دیگه یکی میگه این بنام داعش طالب یک کار دیگه میکنه، حال یک تبلیغ دیگه را منداده که گویا که دیگه تنظیم ها را همه ایش سرکوب میکنه جنبش چه میکنه. با این همه خواست مردم این است که پایگاه های امنیتی در این ولسوالی بیشتر شوند تا حراس افغانان دوباره نتوانند که امنیت این ولسوالی را به چالش بکشند. دو بیز مشترک در دو منطقه، یکی مسیر شاراک منطقه لغمان است، در اونجا باید ایجاد شود و یک بیز دیگه هم در منطقه قلعه‌شهر ایجاد شود تا برای همیش ولسوالی از گزند ناهمنی در همان بود. این همه تپه ها و کوه ها می توانند پناهگاه های امن برای حراس افغانان باشند. از این رو نیاز است که تدابیر جدی برای جلوگیری از نفوذ طالبان در این کوه ها روی دست گرفته شود. در غیر آن مردم هشدار می دهند که این بخش ها دوباره گواه ناامنی ها خواهند شد.